امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا طاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یه سلام ویژه و مخصوص به همه هموطنان عزیز خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جامع جمع بیننده برنامه ما هستند. در این روزهای بسیار قشنگ، در این روزهای ماه ربیع، انشالله هرچی از خدا میخواید بهتون بده. بذارید همین ابتدای برنامه دعا بکنم برای همه اونهایی که در بستر بیماری هستن و آرزوی سلامتی دارن. انشاءالله خداوند به برکت این روزها سلامتی و عافیت بهشون بده. اونهایی که در انتظار و آرزوی فرزند صالح هستن، انشاءالله خداوند بهشون فرزند صالح عنایت بکنه. اونهایی که قرض و بدهی دارن، انشاءالله خداوند توان پرداخت قرض و بدهی رو بهشون عنایت بکنه. اونهایی که حقی به گردنشون هست، انشاءالله خدا کمک بکنه که این حق رو بتونن ادا بکنن. اونهایی که آزمون در پیش رو دارن، دوستان عزیزی که آزمون کارشناسی ارشد دارن، گفتن حتما تو برنامه برام دعا بکنید. دعاتون میکنیم، انشاءالله موفق و معید باشید. خلاصه بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. افتخار داریم که امروز هم در محضر حاجی فرهزاد عزیز باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، ایام بسیار بسیار مبارک باشه. جو بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب مهربان عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت و ایام ولادت پیغمبر و امام صادق که باید در واقع یک دهه حداقل جشن گرفت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سلامت باشه، خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. دوستان عزیزمون، میدونید که ما با موضوع رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت خدمت حاجی فرهزاد هستیم. مباحثی مطرح شد، خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت، سوالات بسیاری به دستمون رسید حاجی فرهزاد و درخواست کرده بودن که تو رو خدا این سوالات از محضر حاجی بپرسید. امروز ما به سوالات شما میپردازیم و انشالله حاجی پاسخ بدن. اگر اجازه بدید من اول سوال رو مطرح بکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، خسته نباشید خدمت شما، متشکرم و ممنونم. علیکم السلام. من حدود 6 سال پیش ناخواسته مرتکب گناه بزرگی شدم و به اون عادت کردم و هنوز هم نتونستم اون رو ترک کنم. در جای خوندم که در قیامت خداوند با 3 گروه حرف نمیزنه و رحمتش شامل حال این 3 گروه نمیشه. متاسفانه من یکی از اون 3 گروه هستم. لطفاً از حاجی فرهزاد بپرسید اگر رحمت خدا شامل حال من نشه، حال من در قیامت چگونه خواهد بود؟ ایشون ادامه میدن حاجی فرهزاد که من خیلی تلاش کردم که از این گناه رهایی پیدا بکنم. اهل نماز و روزه هم هستم ولی هنوز نتونستم که خودم از این گناه بزرگ نجات بدم. خواهش میکنم که به من کمک بکنید. بشنوید پاسخ حاجی فرهزاد عزیز رو، خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جای تشکر داره از اینکه خیلی از عزیزان برنامه ها رو پیگیری میکنن و به حمد الله این 2 هفته ای که بحث حق الناس و حقوق دیگران مطرح شده
به حمدالله هم پیامک هم شفاهن هم با تلفن خیلی ها تماس گرفتن که خیلی حلالیت طلبیدن، خیلی قهرها تبدیل به آشتی شده، صلح و صفا. از اینکه این برنامه سمت خدا به حمدالله کاربردی توی مردم نفوذ کرده و اثر واقعی داره بسیار بسیار جای سپاسگزاری از هم از خدای متعال و هم از بینندگان محترم و کارشناس ها جای تشکر داره. سلامت باشید. و اما پاسخ این سوال عزیزی که این سوال رو کردن، اگر کسی واقعا از گناه ناراحت بدش میاد، این اولین مرحله است. ما حدیث داریم کسی که از گناه ناراحت و از ثواب و کار خیر خوشحاله، این علامت ایمانشه، علامت مؤمنه، مؤمن بودنشه. چون کسی که ایمان نداره میگه هر گناهی میکنم بی خیالم هست. همین که این نفس لوامه داره و خودشو ملامت میکنه، ناراحته، قبل از گناه، موقع گناه، بعد از گناه، خود این یک بشارتی هست. ولی سعی بکنه که این گناه رو بیرون بیاد، چون با توبه واقعا انسان آمرزیده میشه. ولی اگر توبه نکنه و ادامه بده، گرفتاری هایی در دنیا و آخرت شامل حالش خواهد شد. حالا گناه خاصی اگر کسی گرفتاره، باید یه مشاوره که در همون رابطه هست بره واقعا کمک بگیره. کلن جوابای کلی اینه که کارهایی که ایمان انسان رو تقویت میکنه، مثل جلسات خوب، رفقای خوب، دعا، توسل، ما خیلی از در آیات و روایات داریم که انسان از گرداب گناه بیرون نمیتونه بیاد مگر اینکه خدا کمکش کنه. الا من اسمه الله، الا ما رحم ربی. اگر واقعا از صمیم دل پناهنده به خدای متعال بشه و از خدای مهربان کمک بگیره، خدای متعال کمکش میکنه، دوستان خوب، رفقای خوب، جلسات خوب، به قول ما باتریاشو قوی کنه، شارژ بکنه تا از این بحران بیرون بیاد. حالا در واقع اگر عزم جدی بکنه بر ترک اون گناه، این مواردی که شما گفتید بهش خیلی کمک میکنه. خیلی کمک میکنه. حالا در همین رابطه آیاتی اگر عزیزان نظرشون باشه، به عنوان امیدوار کننده ترین آیات قرآن یا محبوب ترین آیات قرآن، هفته قبل گفتیم، یک آیه دیگه هم تعبیر خیلی زیبایی در همین رابطه هست که خیر و آیت فی کتاب الله. این تعبیر هم تعبیر خیلی زیبایی، اینم توش نوید و بشارت است برای مثل ماهای گناهکارها. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که باب علم پیغمبر هستن، این روایت زیبا را نقل کردن از پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خدا فرمودن خیر و آیت فی کتاب الله، که خود صاحب کتاب پیغمبر بفهمد این بهترین آیه قرآن هست، یعنی از نظر بشارت و نوید. آیه سیوم از سوره مبارکه شورا که خدای متعال میفرماید در این آیه مبارکه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، یعنی هر پیش آمدی که برای شما میشه بازتاب گناه های خود شماست. که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگه خدشه به انسان وارد میشه یا قدم انسان میلغزه، جای گیر میکنه، چاله میره، سنگی میخوره، ما من خدش اودن او نکبت قدمن الا بزنبن، یعنی اینطور نیست که خدا ما را رها بکنه. زمان و پیشامدهای زمان انسان را ادب میکنه. اینه که فرمود هر حادثه که برای ما گناهکارا پیش میاد، به خاطر اینه که خدا میخواد این گناه ما را پاک بکنه و درصد زیادی را هم خدا عفو میکنه، میبخشه. پس این آیه توش بشارت خیلی خوابیده، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دستاورد اعمال خود شماست. البته غیر معصومین اولیای خدا که ترفیع مقام است و درجات و اینها، بس سر گناهکار هاست که خدا گناهکارا رو رها نمیکنه، با گرفتاری ها، مریضی ها، پیش آمد ها، فشار های روزگار اینا رو تمیز میکنه. اون مقداری هم که تمیز نکرد بقیهش رو میبخشه. ما اصابت کن من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبت ها گناه های ما رو پاک میکنه و خیلیاش هم خدا میبخشه. بعد حضرت بشارت دیگه دادن این بود که فرمودن که خدایی که در دنیا جزای عمل شما را داد و بقیهش هم بخشید، آقاتر و کریمتر است که روز قیامت دیگه دوباره مؤاخذه بکنه. افرادی که در دنیا با عقوبت و گرفتاری پاک میشن، دیگه در آخرت دوباره خدای متعال اونا را عذاب نخواهد کرد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آرزو میکنم در ادامه روز دوستان عزیزمون روز بدون گناهی رو داشته باشن، که انشاءالله رحمت خداوند هم شامل حال همه ما بشه. در مورد بخشش صحبت کردیم تو این ایام،
گفتیم اگر میخوایم رحمت خداوند متعال شامل حال ما بشه و پیامبر اعظم که پیامبر رحمت نزدیک بشیم، بیایم ببخشیم. این سوال رو بشنوید: چرا باید کسانی رو ببخشیم که نه تنها تو سختی ها و مشکلات کمک و هم دردی نمی کنن، بلکه با زخم زبان و گوشه کنایه و بدگویی آزار هم میدن؟ حالا که نوبت سفر حج و خانه خدا رسیده، به دنبال حلالیت هستن. خواهش میکنم تو برنامه‌تون این مسئله رو مطرح کنید و راهکار ارائه بفرمایید که من با این قبیل افراد چه باید بکنم. ضمناً آقای فرهزاد، حلالیت طلبیدن فقط موقع سفر حج یا اینکه خیر؟ بله، این سوالم الحمدلله زیاد این سوال رو کردن، هم شفاهن هم با پیامک، که افرادی هستن که آقای شریعتی کارشون آزار دادنه، کارشون زخم زبانه، کارشون بد اخلاقیه. یعنی یک بار نیست، ده بار نیست، 20 بار، این تکراره. یعنی سجیه او شده ظلم، آزار رسوندن، بد اخلاقی کردن. اینها واقعا با حلالیت درست نمیشه. ما روایاتی داریم که ما گناهکار، یه بار دیگه هم اشاره کردم، دو نوع داریم: یکی از که منفعل و شرمنده است واقعا، یکی از مصر بر گناه است. من همیشه به یک مظلومی ظلم بکنم، تو سرش بزنم، فوشش بدم، بعد هی بگم ببخش، باز دوباره 2 دقیقه بعد این کارو بکنم. ما حدیث داریم کسی که اصرار بر گناه داره، هی خیز بر می‌داره گناه می‌کنه، میگه استغفرالله، هی طرفو آزار میده، میگه استغفرالله، این مثل مسخره کردن توبه است. این حلالیت نیست در واقع، این مسخره کردنه. کسی که خانواده‌شو اذیت می‌کنه، زیر مجموعه‌شو آزار میده، این کارش دائم این کار هست. حالا این لطیفه هم بد نیست عرض بکنم، میگن یه کاسبی بوده، چشم چران بوده، اگر زن بد حجاب ناهنجاری میامده، همش نگاه می‌کرده میگفت استغفرالله، هی ظلم میزده میگفت استغفرالله، هی نگاه میکرد استغفرالله، لا اله الا الله، آدم سرش نمیداخت پایین. بله، آدم با ذکرم میتونه گناه بکنه. بعد یک موقعی یک زن خیلی ناجوری آمده بوده در مغازه، این مشغول حساب کتاب بوده، شاگردی داشته، گفته که اوستا، گفته چیه؟ گفته یه استغفرالله اومده میخواد نگاه کنه، نگاه کن. این که من خیز بردارم گناه بکنم، بگم استغفرالله توان، یا همیشه دیگران رو آزار بدم، 2 دقیقه بعد باز بگم استغفرالله، دوباره شروع کنم. ما حدیث داریم مثلا توبه آدم بد اخلاق قبول نمیشه. این حلالیت طلبیدن ها واقعا از صمیم دل باشه و واقعا منفعل بشه، اون کار رو کنار بگذاره، تکرار نشه. تکرار هم حالا اگر میشه کم بشه، نه اینکه کسی، ما حدیث داریم، این حدیث اتفاقا در معتبرترین کتاب های ما هست، قابل توجه. اونایی که واقعا برخوردهای ناشایسته دارن، زخم زبان میزنن، دل ها رو میشکنن، مخصوصا به نزدیکانشون، همسر، فرزند، عروس، داماد، مادر، شوهر، فرق نمیکنه امثال اینا. پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم فرمودن ابلا لسیء الخلق من التوبه. این حدیث شریف هم در اصول کافی، در وسائل الشیعه، سفینه البهار، خود بهار، معتبرترین کتابهای ما آمده که خدای متعال توبه آدم بد اخلاق رو قبول نمیکنه. البته ما دو نوع بد اخلاق داریم، یه بد اخلاقیه که حالا آنی لحظه کدورتی پیش میاد، ماهی یه بار، هفته یه بار، چند روز یک بار، اما یک کسی که دائم قهره، دائم بد اخلاقه، دائم بد اونقه، دائم در حال عصبانیت و خشمه، این دیگه توبهش قبول نمیشه. حالا در مورد بد اخلاقی هم سوال هست، من میبینم اینجا که دوستان عزیزمون پرسیدن و حتی راهکار خواستن، که انشالله از محضرتون راهکار رو هم خواهم پرسید. بله. اما وظیفه ما در قبال اونهایی که حلالیت میطلبند چیه؟ یعنی مرتب حالا آزار اذیت هست. بله. و حلالیت هم میطلبند، ما باید حلال بکنیم یا اینکه نه تو کوتا؟ بله. نیاییم ما کلن، اگر ما واقعا با خدا معامله بکنیم و این ظرفیت رو داشته باشیم، برای خود ما خوبه. خوب. یعنی برای خود ما خوبه. این حدیث زیبایی هست به اصطلاح در نهج البلاغه است، مولا امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید که لا یکبرن علیک ظلم و من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک. باید ما توجه داشته باشیم اینایی که ما رو آزار میدن، ما رو اذیت میکنن، ما با گناه راضی نیستیم، واقعا راضی نیستیم. حالا این رو هم در سوالات دیگه شاید پاسخ بدیم که ما یک ذره به ظلم راضی نیستیم، به گناه راضی نیستیم، ولی مولا امیرالمومنین سلام الله به امام مجتبی علیه السلام فرمودن که کسی که تو رو اذیت و آزار میده، برات خیلی بزرگ جلوه نکنه. چرا؟ چون به ضرر خودش و به نفع شما داره کار میکنه. یعنی کسی که با ما بد اخلاقی میکنه، یا مال یا حقوق یا آبرو ما رو میبره، یا غیبت ما رو میکنه، این کاری که انجام میده ثوابهای خودش رو تو نامه عمل ما میفرسته، گناههای ما رو تو نامه عمل خودش میفرسته. و این برای ما، اگه ما پشت صحنه رو بدونیم چه تعاملی برقرار میشه،
خیلی برامون سنگینی نمیکنه. خیلی جدی نمیکنه. در حالاتی یکی از بزرگان علما نوشتن که به ایشون گفتن آقا فلانی غیبت شما را کرده، ایشون یه مبلغ پول گذاشتن تو پاکت براش فرستادن، گفتن مثل که گوشای آقا سنگین شده، فکر کرده دارن ذکر خیرشو کردن. آخه یه نفر رو داشتن فوش میدادن یهو پیدا شد، گفتن همین الان ذکر خیر شما بود. آخه اینطوری هم هست. با آقا گفتن آقا غیبت تو کرده نه ذکر خیر. فرمودن درست، من شنیدم همینطوره. گفتن چرا بعد پول فرستادی؟ گفت برای این که اون به من محبت کرده، من گناه زیاد دارم، ثوابهای خودش رو تو نامه عمل من فرستاده، گناهای من رو فرستاده تو نامه عمل خودش. این تبادل برقرار شده. اینه که افرادی که ما رو مورد آزار قرار میدن، البته ما راضی نیستیم، نه راضی هستیم اونا گناه بکنن نه تو جهنم برن، ولی این تعامل برقرار میشه. لا یک برن علیک ظلم و من ظلمک نهج البلاغه. خیلی برات سنگین نیاد، سنگین نیاد، بزرگ جلوه نکنه. این مثل این میمونه که آتش زیر دیگ روشن شده، اون داره میسوزه، شما داری پخته میشی. کسی که مثلا حلم ما، اخلاق ما، صبر ما، بردباری ما، من خدمت یه بزرگی بودم، به اصطلاح گوشی تلفن هی زنگ میزد قطع میکرد، هی زنگ میزد، مزاحم بود. آقا فرمودن که خیلی ناراحت نباش، این داره صبر ما و حلم ما رو میبره بالا، از این بود هم بهش نگاه بکنیم، اینجوری نگاه بکنیم، اینجوری نگاه بکنیم. بعدم یک موضوع دیگه ای که آقای شریعتی باش توجه داشته باشیم، این که ما خیلی جاها ممکنه مظلوم واقع شدیم، ولی اینقدرم آقازاده نیستیم، خیلی جاها ما ظالم هستیم. یعنی خیلی جاها ممکنه ما غیبت کسی رو کرده باشیم، حقی مالی رو تلف کرده باشیم. ما روایت داریم که یک کسی مظلوم واقع شد، دست به دعا برداشت، گفت خدایا ظالم رو نابودش کن. اولا این نکته رو عرض بکنم، ما در گرفتن حق و احقاق حق هم باید رعایت عدالت رو بکنیم. اگه یک کسی مثلا زد دست ما رو قطع کرد، نگیم زیر ماشین بره تیکه تیکه بشه. یعنی اگر نفرین یا قصاص هم به اندازه باید باشه، نفرینت هم رو عدالت، رو عدالت باشه. تو اون مثلا انگشت شما رو قطع کرد، من میگم زیر تریلی بره نابود بشه، خب شما خیلی داره زیاده روی میکنید. اولا که نفرین نکنیم. یه مادری میگه بچه من خیلی اذیت کرد، نفرین کردم، تصادف کرد، هم باید برم پذیرایی از بچه‌م بکنه، هم خسارت ماشین رو بدم. خب باید بدونیم که به خود ما در واقع برمیگرده، بهترین را گذشته، یا اگرم میخوایم اقامه حق بکنیم به اندازه. در روایت ما داریم که یک کسی مظلوم واقع شد، دعا کرد که نفرین کرد که خدا این ظالم رو چنین و چنان بکن. خطاب شد در زمان انبیای گذشته بود که تو اینجا مظلوم هستی، من میتونم نفرین تو مستجاب بکنم، ظالم رو قصاص بکنم، بلا عذابی، ولی ده جای دیگه هم تو ظالم هستی، مظلوم ها بر علیه تو دعا نفرین کردن، چیکار بکنم؟ گفت خدا من دخیلتم، نه مال من اجابت کن نه مال بقیه. یعنی خیلی جا هم ما کم داریم، ما باقی داریم. اینه که ما هر چقدر بتونیم تحمل بکنیم، رشدمون میره بالاتر. ببینید امیرالمومنین علیه السلام ده ها بار یه غلامی داشتن صداشون زدن، میخوام برای رشد خودمون خوبه ها. ما به گناه بازم تکرار میکنم راضی نیستیم، واقعا هم ناراحتیم، ولی برای رشد ما خیلی خوبه. اون در واقع داره میچزه ما رو، داره میپزه حلم ما، صبر ما، اخلاق ما، هر چقدر بردباری کنیم ما میریم بالا، به اضافه این که ثواب هم میره بالا، حسنات ما هم کم میشه، همه چی به نفع ماست، به نفع ماست. آره، من تو باز گذشت کنیم اون خیلی نفعش بیشتره. حالا اون بعد یه بخش دیگه صحبت کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه غلامی داشتن، صداش زدن، بار اول جواب نداد، بار دوم ده ها بار صداش زدن، اصلا جواب نداد. بعد از بارهای فراوان، هم آقا مولای او بودن و هم امام او بودن، رفتن نزدیک غلام، مثلا ببینن خواب مریض، از حال رفته، بیهوش شده، دیدن نه بیداره. فرمودن صدای من رو شنیدی؟ گفتن بله. فرمودن چرا جواب من رو ندادی؟ باز جوابش بدتر از جواب ندادن بود. گفت میخواستم شما رو به خشم بیارم، شما رو عصبانی کنم. ای بابا، باز جوابش هم خیلی مهم بود، یعنی اهانت کرد. حضرت فرمودن من به خشم میارم اون کسی که تو لاک تو رفته و تو رو دمیده در تو، که من رو به غضب، یعنی شیطان، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. یعنی قشنگ بینی شیطان و اون کسی که شیطان او رو تحریک کرده بود، این غلام رو، بینی اینها رو به خاک مالیدن. فرمودن من عصبانی نمیشم، غضب نمیکنم، تندی نمیکنم، شما میخواهید در من خشم و ایجاد بد اخلاقی ایجاد بکنید، من این کارو نمیکنم. با اینکه هم جوابش و هم سکوتش آقا رو به خشم میخواست بیاره، فهمیدن برو، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. ما کسان، البته بسیار بد است، عرض کردم، کسانی که دائم آزار میدن، اذیت میکنن، و این هیچ مربوط به ظفر حج نیست.
اگر کسی که آزار میده شکنجه میده هر آنی ممکنه عقوبت بلا بالا سرش باشه. البته یک موردش سفر حج از سفرهای دیگه که آدم میره حلالیت، ما معتقدیم که حلالیت رو باید ادامه داد، مخصوصا افرادی که ما زیاد باشون سر و کار داریم. هر وقت که در واقع حقی رو ضایع کردیم، هر وقت دلی رو شکستیم، بله. مترصد یک فرصت بله. باشیم که حلالیت رو طلبیم در واقع. یه بزرگی فرمود من هر چند روز یک بار از خانم من حلالیت میطلبم. واقعا بچه داری میکنه، خانه داری میکنه، مهمانداری میکنه، تمام قسمت‌های خانه رو ایشون اداره میکنه. اگر حق من رو ادا نکنه، یا مادرها و همسرها واقعا بار سنگین حداقل مال خانه تو دوش اونهاست، یا به عکس آقایون هم همینجور کارهای بیرون به دوش اونهاست، نفقه به عهده اونهاست. در هر صورت اگر ما حلال نکنیم، حلالیت نداریم، گیریم. بزرگی فرمود که اگر من با یه کسی زد و خورد داشته باشم شب خوابم نمیبره مگر اینکه یا حضوری یا تلفنی از او حلالیت بطلبم، دلم قلبم آرام بشه. باید زندگی ما واقعا اینطوری باشه. بسیار خوب، ان شاءالله که اینطور باشه. با حاجای فرخزاد داریم به سوالات شما پاسخ میدیم. سوال بعدی رو من میخونم. گفتن که سلام، لطفاً با فرخزاد بگید بعضی ها با اینکه خودشون اهل غیبت کردن هستن ولی وقتی ازشون حلالیت میطلبی هستن حلال نمیکنن. بعضیشون هم میگن بگو چی گفتی، اگه نگم پیش خودشون فکر میکنن وای چقدر اون چیزی که پشت سرشون گفتم بد بوده که نمیتونم، یعنی خجالت میکشم بگم. برای اینکه اینطور فکر نکنم مجبور میشم بگم چی گفتم، ولی وقتی میشنوه بازم حلال نمیکنه. آقای فرخزاد باور کنید اونقدر خجالت میکشم وقتی از شخصی حلالیت میطلبم، اصلا میخوام زمین دهم باز کنه منو ببلعه، ولی از طرفی میبینم طاقت عذاب الهی رو ندارم. بعضی ها خیلی زود میبخشن ولی بعضی ها اصلا نه، تازه یه جور رفتار میکنن که بیشتر خجالتم میدن. لطفا بازم بگید که نهی نباشن. ممنون. احسن. اینم سوالی است که باز خیلی بیننده‌ها داشتن، سوال‌هایی است که الحمدلله انتخاب کردید، فراگیره و مال خیلی از بیننده‌ها. بله، فراوانی این سوالات بسیار زیاد بود سوالات ما. بله. ببینید آقای شریعتی، اولا این نکته رو عرض بکنم بد نیست، گفتن گناه خودش یه گناهیه، یعنی گناه شخصی اگر کسی داره نباید بگه، اگر میگه اون گناهش چند برابر میشه. و گناه‌های شخصی که حق و ناس توش نیست، اگه کسی در خلوت انجام داده و هیچ کجا بازگو نکنه خدا میامرزه. در اصول کافی امام مشتوم علیه السلام فرمودن المستتر به سیئات مغفور له، یعنی کسی که استتار گناه شخصی رو داریم عرض می‌کنه بین خود و خدا و تدارکی نداره، قضایی نداره، نماز اینا خدا میبخشه. و المذیع لها مخذولون، کسی که میاد پخش میکنه من چنین کردم، چون هیبت گناه رو میشکنه، اینا رو خار میکنه خدا و گناهش هم مضاعف میشه. اما گناهایی که نسبت به دیگران هست، خب امور مالی هست، آدم باید اقرار بکنه یا در دادگاه بگه به طرف، یا اینا رو مفصل هفته قبل صحبت شده که یا رد مظالم بده اگه صاحبش نمیخواسته. اما مسائل ارضی یا مسائل ناموسی، اینها آقای شریعتی اولا سوال کردنها خیلی بیجا هست. مثلا میاد سوال میکنه که شما با دختری یا پسری رابطه داشتی یا نداشتی، یا قبل از ازدواج یا بعد. این سوال ها اصلا حرامه، این منطقه ممنوع است. انسان حق نداره سوال بکنه که شما همچین گناهی کردی یا نکردی، این ما جایز نیست. ما حتی ما روایت داریم افرادی که میامدن پیش پیغمبر یا امیرالمومنین سلام الله علیه اقرار میکردن ما همچین گناهای مثلا ارضی داشتیم، حضرت دوشو برمیگردان، ناراحت میشد. امیرالمومنین یک کسی 4 بار اومد اقرار کرد، فرمودن برو بچه داری شما، الان بچت گناه نداره، بعد بچه تو بزرگ بکن. بعد یک کسی کفیل پیدا شد، خلاصه اینقدر اومد که حد بر او واجب شد خورده بشه. حضرت قسم خوردن فرمودن والله لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامت الحد علیه. فرمودن به خدا قسم مسائل ارضی اینا رو کسی بره در خلوت توبه بکنه بالاتر است از این که من اقامه حد برو بکنم، با اینکه اقامه حد خودش خیلی نظم میده به جامعه، خیلی برکات نازل میکنه، ولی طرحش خوب نیست. این طرحش اصلا سوال کردنش خوب نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله قشنگی داره، خیلی واقعا زیباست، میفرماد انا لنصافه و اکفا نرا قطعها، یعنی ما فراوان با دستهای مصافحه میکنیم، دست میدیم به مسلمانای که این دست باید قطع بشه، یعنی انگشتو باید بریده بشه، یعنی سرقت کرده، بله. غارت کرده. ولی تا شاهدی، مدرکی، سندی، اقراری، شاکی نداره، تا حالا خدا پوشونده، تا پیش آمدی نشده که حقی ضایع بشه که کسی بیاد اقرار بکنه یا مدرکی جرمی نه. چون رو علم امامت که عمل نمی‌کردن، رو علم امامت بخوام عمل کنن که نمیشه.
اونا علم امامت مخصوص خودشونه. بله. روی علوم عادی ظاهری سندی شاهدی مدرکی شاهدی ظاهر حکم می‌کردن. ظاهر حکم می‌کردن. بله. اینی که می‌فهمیدن ما گاهی مصافحه می‌کنیم که می‌دونیم این انگشت باید قطع بشه ولی چون خدا پوشونده ما می‌پوشونیم. مسائل ناموسی رو یا مسائل غیبت اینا گفتنش اگر فتنه داره حرام اندر حرام اندر حرام. یعنی در واقع اونهایی که غیبت کسی رو کردن نیاز نیست بره حلالیت به طلبن؟ بله عرض میکنم اونهایی که غیبت کردن، غیبت هم حق الله است هم حق الناس. خب نوعاً گفتن اینطور افراد حلالیت طلب اسم بیارن که ما غیبت کردیم یا آبرو شما رو تهمت زدیم فتنه ایجاد میکنه. یا طرف میگه که بی خود کردی، چرا که اصلا یه کدورت جدید درست میشه. اینا رو کلی بگن آقا ما رو حلال کن، شما حقی گردن ما داره، اگر چیزی حقی شما گردن ما داره ما رو حلال کن، بهتره. بهتره. آره بهتره. بله. این که گفتنش هم انسان شرمنده میشه و اون طرف فکر و خیال میکنه. یا مسائل ارضی و ناموسی گفتنش بسیار فتنه ایجاد میکنه، سوء زن ایجاد میکنه. ما هم حق تجسس نداریم در گناه دیگران تجسس بکنیم و هم سوال بکنیم و طرف هم حق نداره بگه. اصلا گفتنش واقعا از اصل اون گناه گاهی بالاتره. یه فتنه ایجاد اختلاف تو خانواده ها میشه یا افرادی سوء زن پیدا میکنه، این کار خوبی نیست. ایجاد سوء زن، این خود این حلالیت طلبی دارن گاهی سوء زن ایجاد میکنه که شما خب چیکار که دیگه چی گفتی، نکنه بیشتر از اینا گفتی. اینطور جاها ما هم میتونیم کلی مطرح بکنیم که آقا ما رو حلال کن. خانواده ها، نزدیکان، رفقا، فامیل، دوستان، حالا چه موقع مثلا ایام عید نوروز در پیش، مسافرت میریم، این بهانه خوبیه تلفن بزنیم حلالیت بطلبیم. یا اینکه کارهای خیر برای اونا انجام بدیم به نیت صاحبان. لازم نیست که من کسی رو که غیبت کردم براش دعا میکنم، تعریفش رو میکنم. این راه حل اساسی. حتی دیدم که مرحوم آیت الله خویی میگن مستحب به انسان حلالیت بطلبه در زمینه غیبت. بله. اینه که اگر فتنه ایجاد بکنه یا طرف وهم و خیال رو میگیری اصلا حرام میشه، یعنی گناه جدید میشه. شما باز یک آزار دیگه به طرف دارید، عوضش یه جور دیگه جبران بکنید. جبران بکنید. کارهای خیر انجام بدیم، در زیارت ها، ثواب ها، تلاوت قرآن، عبادات مستحب اینا رو شریک میکنیم، خدا جبران میکنه. بسیار خوب. خب تا قرار روزانمون خیلی فرصت نداریم، من یک سوال دیگه هم اجازه بدید بخونم و انشالله جا کوتاه پاسخ بدن که انشالله به قرارمون هم برسیم. بعد چند تا سوال دیگه بعد از تلاوت آیات رو محضر آجا خواهم پرسید. سلام، با توجه به صحبت های حاج ماندگاری سوال من اینه، اگر به ما ظلمی بشه و از طرفی احساس بکنیم اعمال خیر ما کمه، حالا اینم یک نوع نگاه در واقع، و از طرفی احساس کنیم اعمال خیر ما کم است، میتوان در دنیا عفو نکرد و منتظر شد تا قیامت از اعمال خیر او برای ما برداشت شود و اعمال خیر ما سنگین تر شود، آیا این انتظار حق، این انتظار سود بیشتری داره یا بخشیدن؟ بله، سوال اینم سوال قشنگیه. ببینید البته اینطور هست که اگر ما نبخشیم خلاصه از حق طرف گرفته میشه و به ما داده میشه. یه روایت زیبایی دیدم، امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا یه نفر رو مأمور کردن که ندا بده به صدای بلند به اصحاب و یاران من بگید کسی که دین گردنش هست با من نجنگه، یعنی در کنار من نباشه. این خیلی تکون دهنده است. یعنی بره دینشو پرداخت، دینشو پرداخت بخونه. یعنی اینقدر این مهمه، کسی که در رکاب امام حسین سلام الله علیه جزو یاران که ما روایت داریم اصحاب امام حسین از همه بالاتر مقامشون، ولی حضرت فرمودن کسی بدهی داره بره بدهیشو اول بده. بعد حضرت فرمودن که من از پیغمبر خدا شنیدم که فرمود اگر کسی بدهی داشته باشه و نده یؤخذ من حسناته، از حسناتش میگیرن. حضرت نمیخواستن درجه اینو بیاد پایین، مقام اینو بیاد پایین. اینه که البته این داد و ستد در قیامت خواهد شد اگر ما نبخشیم، ولی در عف اونقدر خدا درجه میده، ثواب میده، پاداش میده. در واقع ما اگر عف نکنیم ما هم گیریم، اونم گیره. ما هم خیلی جا عرض کردم آقازاده نیستیم، خیلی جا ما هم شاید ظالم شدیم، ولی ما اگر بگذریم خدای بزرگ از ما میگذره، اگر بگذریم درجه و مقامش بالاتره. این حدیث زیبا خیلی بشارت داره برای اونایی که عفو میکنن. قطعا بدونید آقای شریعت عفو کردن بالاتره. ما در همین سوره مبارکه شورا این آیه مبارکه داریم که فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. میزان اجر رو هم بیان نمیکنه. الان عرض میکنم تو قیامت روایت داریم که از طرف خدای متعال ندا داده میشه کجا هستن کسانی که به خدا حق دارن.
آخه حق پیدا کردن به خدا خلاف قاعده است. یا ظلمن ولا یمن علیک، ما همه بدهکاریم به خدا، کسی از خدا طلب نداره. ولی خدای بزرگ و مهربان میفرماد کجا هستن کسانی که به من حق دارن. خیلی تعجب میکنن، انبیا هن، شهدا هن، علما هن، کیا هستن؟ مجاهدین هن. خطاب میرسه عین العافون عن الناس. انشالله طعم عفو و بخشش رو هممون بچشیم، شیرین ترین چیز هاست. میفرماد کجا هستن اونایی که از مردم عفو کردن، گذشت کردن، گذشت کردن، دلشون رو صاف کردن، پاک کردن. خدا کسایی که از خدا طلب دارن. بله بله، خدا طلبن. بعد امام صادق اصلا به همین آیه استشهاد کردن، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. خود خدا این حق رو گذاشته، کسی که عفو میکنه، صلح میکنه، آشتی میکنه، اجر او با خداست. خدا میگه من به تو بدهکارم، من طلب تو میدم. بعد به اینا خطاب میرسه راحت برن بهشت. بله، اگر عفو نکنی دادگاه معطلی داره، هم حق تو میخوای بگیری، باید هزار ها وکیل بگیری، دردسر. ولی عفو کردی، گذشت کردی، خیلی راحت سریع تمام. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجاور حضرت. به قرار زانمون نزدیک میشیم. من یه تشکر ویژه بکنم از همه دوستان عزیزی که خودشون رو سهیم دونستن در طرح اهداء قرآن به مناسبت این روزهای بسیار قشنگ ماه ربیع. دوستانی که از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن و نامه اعلام آمادگی کردن، ان شاء الله باشون تماس میگیریم و راهکار خدمتشون ارائه میدیم. فقط شما مودی تا جای فرخزاد که ما با شما صحبت بکنیم، ببینیم که شما قصد دارید که چند جلد قرآن به بیننده های خوبمون اهدا بکنیم. بله، عرضم به حضور شما که ما هم به اسم حضرت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 135 میشه عدد فاطمه. بح بح، خیلی 135 جلد انشالله. انشالله. هدیه میخوریم. خیلی خوب، اینم هدیه حاجای فرهزاد عزیز و انشالله معید باشید. خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته رو هم بخواستید بگید، خوبه فکر میکنم هدیه دیگه ای هم که فکر میکنم اینم کمتر از اون نباشه، شاید هم بیشتر باشه. یکی از دوستان روحانی آقای شریعتی برنامه ای رو به اصطلاح تو سایت گذاشتن که قابل هست دانلود بشه روی تلفن همراه، که خیلی برنامه خوبیه. من از وقتی که گرفتم واقعا بهره بردم، هم تمام قرآن هست و هم کل مفاتیح هست و هم صحیفه سجادیه و هم نهج البلاغه، که میدونید نهج البلاغه اخ القرآنه، صحیفه سجادیه هم اخت القرآنه. و مفاتیح هم که اصلا دعا همش. و حقیقتا آقای شریعتی از وقتی که تو تلفن همراه ریختم، هم قرآن همراه منه، هم مفاتیح همراه منه. گاهی موقع چراغا خاموشه، گاهی آدم تو تاریکی میخواد بخونه، شبای راحت قدر خیلی راحته. بله. این سایتش رو شما اعلام بکنید و مربوط به هیچ کس هم نیست، یعنی یک روحانی خودش زحمت کشیده این کارا رو کرده و بسیار هم کشورهای اروپا، آمریکا بسیار تشکر کردن و این عمل رو خیلی مثلا دعای روزانه رو میخوان بخونن همراهشونه تو ماشین نشسته بیکاره. فقط و فقط مخصوص همین قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادی و مفاتیح، فقط و فقط، فقط صرفا برای همین برای کار در واقع این سایت رو اندازه شده. بله. خیلی خوب، من آدرس سایت رو اگر بله. اجازه بده اعلام بکنم، دوستان خوب هم زیرنویس خواهند کرد، mobinmobile.com. انشالله مراجعه بکنید و این هدیه ویژه حاجی فرهزاد عزیز بود به مناسبت این ایام. بله خیلی خوب، قابل بلوتوث هم هست، خیلی اتفاق خوبیه. انشالله دوستان عزیزمون که زحمت کشیدن و این سایت رو راه اندازی کردن انشالله ماجور باشن و دوستان عزیزی که استفاده میکنن حتما همه رو دعا بکنن. خیلی ممنون، متشکرم. حضرت های فرهزاد، صفحه 505 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، به محضر قرآن مشرف بشیم. آیات 21 تا 28 سوره مبارک احقاف در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگنیم با احترام همراه شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه قبل از اینکه یک نکته از این صفحه بشنویم به رسم دوشنبه ها که خدمت حاجی فرهزاد هستیم یک نکته در مورد ذکر صلوات خواهیم شنید و بعد انشاءالله نکته قرآنی بله حدیثی هفته قبل عرض کردیم سه بخش هست داشت درباره صلوات از اصول کافی که امام صادق علیه السلام فرمود کسی یک بار صلوات بفرسته خدای متعال هزار صلوات با هزار صف از ملائکه بر او نازل میکنه و همه موجودات عالم هم به گوینده این ذکر درود و صلوات میفرستن نکته پایانی حدیث خیلی تهدید تندیه برای اونه که نسبت به صلوات بی‌اعتنا هستن بی‌توجه هن چون میدونید صلوات امر خداست دستور خداست امام صادق علیه السلام فرمودن فمن لم یرقب فی هازا فهو جاهل مغرور قد بر الله منه و رسوله و اهل بیته یعنی کسی که میل و رغبت نکنه در صلوات صلوات رو اهمیت نده این آدم جاهله گول خورده خدا از او بیزاره پیامبر بیزاره اهل بیت بیزارن از کسانی که بی اعتنا هستن به صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه بسیار خوب پس صلوات رو جدی بگیریم بله جدی بگیریم خب نکته قرآنی رو هم بشنویم حاجی فرهزاد بله آیه 21 سوره احقاف که اول صفحه هست که خدای متعال می‌فرماید که وذکر اخا آدن که سوره احقاف که اصلا اسمش احقاف نامیده شده منطقه شنزاری بوده در جنوب عربستان پیغمبری حضرت هود علیه السلام اونجا مبعوث شدن که قوم او قوم عاد بودن نکته هایی که در این آیه مبارکه هست یکیش اینه که خدای متعال میفرماید این رو یاداوری بکن ای پیغمبر به دیگران که یاد گذشتگان پیشینیان خودش عبرته افرادی که کار خوب کردن بالا رفتن مخالفت کردن گرفتار عقوبت و عذاب شدن و تعبیر به اینه که اخا آدم یعنی پیغمبر رو برادر اون امت معرفی کرده حالا یا نسبت برادری داشته با اون امت یعنی فامیل نزدیکش بودن یا اینکه نه
برادروارانه با اونا داره برخورد میکنه، صحبت میکنه. خود این که من برادر شما هستم، هم کیش شما هستم، هم نسل شما هستم، این خودش عاطفه ها رو اثر میذاره. و شروعش هم با انذاره که اینا رو هشدار بده، انذار بده. مهمترین پیام انبیا همش با هشدار شروع میشه، یعنی اینقدر شدت دلسوزی و خیرخواهی داشتن که همش هشدار میدادن. و خلاصه و چکیده این پیام ها میفهمد ان لا تعبدوا الا الله. خلاصه و چکیده تمام هشدار انبیا در گذشته و آینده اینه که بیاد خدا را پرستش کنید، سمت خدا برید، بت و بت پرستی رو کنار بگذارید. کنار بگذارید. بسیار متشکرم و سپاسگزارم. اگر میخواید همیشه قرآن همراهتون باشه، صحیفه سجادی همراهتون باشه، نهج البلاغه همراهتون باشه، مفاتیح همراهتون باشه، هدیه ویژه حاج فرهزاد رو جدی بگیرید. من آدرس اون سایت رو یک بار دیگه اعلام بکنم، mobinmobile.com، ان شاء الله دوستان هم زیرنویس خواهند کرد. و این اتفاق خیلی خوبیه که همیشه قرآن همراهمون باشه. فکر می‌کنم که بسیار کار خوبی آقای شریعتی همین امروز به این سایت ان شاء الله عزیزان، حالا ممکنه یه مقدار شلوغ هم باشه وقت ببره، مراجعه کنن. این که نور همراه ما هست و مفاتی همراه ما هست، اسم امام ها، ان شاء الله این باعث بشه که ظلمت ها بره، چیزایی که مناسب اینها نیست تو همراه ما نباشه. و این خود همراه بودن با قرآن، چادم معمولا افراد تلفن همراه همیشه همراهشونه، یعنی میخوابن کنارشون هست، محل کار. این که همراه انسان نهج البلاغه است، قرآن هست، اینا خیلی مؤثر است. ان شاء الله این رو جدی بگیرن. این شاید کمتر از هدیه اصل قرآن نباشه. بله ان شاء الله. خب خیلی فرصت نداریم، من این سوال رو شاید خیلی از شماها پرسیدید، در پایان بحث امروز میپرسم، بعد ان شاء الله از حاج فرهزاد میخوام یک جنبندی راجع به سوالات امروز داشته باشن و مباحثی که امروز مطرح شد در برنامه. گفتن که میشه برامون روشن کنید که شما که این همه از بخشش صحبت میکنید، پس چرا قاتل حضرت علی علیه السلام بخشیده نشد؟ بله. پس اونجا بخشش کجا میره؟ بله، سوال خوبی هست. ببینید آقای شریعتی، نهج البلاغه نامه 23. بله. نهج البلاغه میدونید سه بخشه. بخش اولش خطبه ها هست، 20 خورده خطبه است. بخش وسط نامه های حضرت است به افراد. و بخش سوم کلمات قصاره. در بخش نامه ها نامه 23 هست که بعد از ضربت خوردن مولا امیرالمومنین سلام الله علیه وصیت هایی دارن، وصیت به سنت پیغمبر کردن، وصیت به توحید کردن. بعد میفرماد که ان ابقى فانا ولی دمی، اگر من زنده بودم من خودم ولی دمم هستم، خودم تصمیم میگیرم، خودم تصمیم میگیرم که از لحن این فرمایش پیداست که میبخشم. و اگرم از دنیا رفتم و این افنا فالفناء میاد، اگرم از دنیا رفتم با این ضربت که خب میاد ما همه رفتن از این عالمه، باید بریم. بعد حضرت فرمودن که فعفو، عف کنید، شما هم بگذارید عف بکنید. و این جمله بلند رو فرمودن که العفو لی قربه و هو لکم حسنه، فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم. فرمودن که عف کردن برای من قرب میاره، به خدا منو نزدیک میکنه، برای شما هم حسنه و ثواب داره، یعنی شما بعدش انتقال پیدا میکنه حق به اولیای دم. بعد فرمودن عف کنید، آیا دوست ندارید خدا از شما عفو بکنه؟ یعنی کاری که دوست دارید خدا با شما بکنه شما با دیگران انجام بدید. خب هم سفارش خود حضرت هست و قطعا اگر بعدم فرمودن اگر خواستید عفو نکنید قصاص بکنید، یک ضربت زده فقط یک ضربت، مثله نکنید، چکنجه ندید، در قل و زنجیر خیلی سفارش کردن حضرت. حالا این یه بحثی مفصل میطلبه در ماه رمضان ایام شهادت مطرح بشه. پس چرا به اصطلاح قصاص کردن ابن ملجم رو؟ چون این در واقع اگه دست امام حسن و امام حسین بود قطعا طبق وصیت حضرت در نهج البلاغه است عفو می‌کردن، منتها دیگران سهیم بودن، یعنی دخترهای زیادی حضرت داشتن، فرزندان زیادی داشتن، 19 تا فقط پسر داشتن. اینه که دیگران بعضی از دخترهای حضرت گفتن ما نمیتونیم قاتل پدر رو ببینیم، قصاص کنید، که قصاص کردن ابن ملجم رو. ولی قطعا اگه دست خود حضرت امیر علیه السلام بود یا خود امام حسن امام حسین، اینا آقاتر و برتر و بالاتر از این هستن. و این نکته هم عرض بکنم که فکر نکنین که ما عفو کردیم ضرر کردیم، این همش سوده، همش منفعته. یا فکر کنیم که ما عفو نکنیم مثلا قطعا میریم بهشت، اینطور نیست. ما اگر عفو نکنیم خودمون هم خیلی جا گیریم، و اینکه عفو میکنی خدای بزرگم از شما عفو میکنه. همه گناه هم حق الله است، هم حق توش حق الناس ها، حق الله هم هست.
حالا امیرالمؤمنین علیه السلام برای قرب خودشون و کمال خودشون و رشد خودشون میفرماد من عفو میکنم، ولی خدای متعال ابن ملجم رو مجازات میکنه، او رو توبیخ میکنه. رهبر یک جامعه پیشوا، ما وظیفه داریم ابن ملجم رو لعن بکنیم. تو این همه روایات از اعمال ما لعن میکنیم، نفرینش هم میکنیم، ولی خدای بزرگ قصاصش میکنه، در آخرت عقوبتش میکنه. ولی برای اون کسی که عفو میکنه این قرب آوره، این کمال و رشد میاره، این درجه و رتبه، این درجه و رتبه میاره. این برای ما خیلی خوبه. انشالله سعی بکنیم که تا میتونیم عفو واقعا در بخشش و عفو لذتی است و درجه است و قرب و مقامی است که اصلا صفات خداست. انسان میشه صفات اللهی، خدایی. انشالله اینطوری باشه. انشالله. خیلی خوب، اگر جنبندی هست بفرمایید و ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه، اگر نه که ما به رسم روزهایی که خدمت شما هستیم سلام و صلوات بر امام حسین رو خواهیم داشت. و بعد هفته گذشته هم از امام حسن علیه السلام یاد کرده بود شما، اتفاق خیلی خوب بود. چقدر فرصت داریم؟ یه سال دیگه هم فرصت داریم بپرسیم. خب خیلی خوب، پس بذارید من این سوال رو هم بپرسم از حضرت فرحزاد. من فقط خلاصه و چکیده نکته سوال رو عرض می‌کنم. گفتن که در مورد آثار خوش اخلاقی شما در جلسه گذشته اشاره کردید، اگر راه حل عملی برای این نکته و این صفت میدادید. بعد از مشکلی که برام پیش اومده گفتم بد اخلاق و تندخو شدم، نمیدونم چیکار بکنم که خوش اخلاق بشم. اگر آیه‌ای هست، دعایی هست بفرمایید که من بتونم بهش عمل بکنم. بله. راهکار عملی داره جو خوش اخلاقی؟ راهکار عملی البته فرصت نیست، باید آدم مفصل درباره بعد، ولی اجمالا تمرین آدم بکنه، حالتش رو عوض بکنه، سکوت بکنه. جواب الجاهل سکوت. انسان بتونه هر چقدر سکوت بکنه این خیلی آرامش میاره. محل رو ترک بکنه، بره آب بخوره، خوابیده بلنش راه بره، راه میره بخوابه، تغییر وضعیت بده. محیط رو ترک بکنه، تمرین بکنه، حساسیتاشو کم بکنه. ما رو بعضی چیزا حساسیم، بهمون بر میخوره. ریشه بد اخلاقی ها تو روایت داریم و غضب ها تکبر و غروره. یعنی ما اگر به دیگری هر چی جسارت اهانت بکنیم ناراحت نمیشیم، ولی بگم آقا بالا چشم شما ابروه، به طرف برمیخوره، خیلی ناراحت میشه. یه مقدار غرورمون، تکبرمون رو کم بکنیم، خودخواهیامون رو کم بکنیم. آقا همین غرور و خودخواهیه که اگر یه کسی برای حلالیت طلبیدن، مثلا که آقا من پشت سر شما حرفی زدم یا غیبتتون رو کردم، این غرور اجازه نمیده ما اون طرف رو ببخشیم. اصلا این خیلی بده. کسی که واقعا دفعه قبلم عرض کردیم، کسی که میاد واقعا عذرخواهی میکنه، از صمیم دل حلالیت میطلبه، واقعا این خیلی بی‌انصافیه که ما گذشت نکنیم، عفو نکنیم. امام صادق علیه السلام اگه نظرتون باشه فهمیدن ملعون کسی که میاد صلح بکنه و آشتی بکنه یا حل و طرف قبول نمیکنه، یعنی او از رحمت خدا واقعا دور میشه و امیدم نشه بشه گناه او هم آمرزیده بشه. تو حاضر نیستی از گناه کوچک بگذری، چطور روت میشه به خدا بگی خدا از میلیون گناه های من ببخش؟ آره. و یکی از کارها هم که هفته قبل عرض کردم، آیت الله بروجردی یک کمی که عصبانی شدن نذر کردن یک سال روزه بگیرن. حالا ما این توصیه رو نمی‌کنیم، بگه من یک روز روزه بگیرم، ولی جریمه برای خودمون، جریمه بگیریم. یکی از دوستان ما میگه من گاهی عصبانی میشم چیکار بکنم؟ گفتم شما نذر بکن 10000 تومان به فقیر بدی. گفت او این از یک سال روزه برام سخت‌تره. شما نیت بکن هر وقت عصبانی میشی 1000 تومان به فقیر بدی. این خیلی جلوشو کنترل می‌کنه، خودتو جریمه کن. آقا خیلی ممنون، متشکرم. و خیلی ممنون، متشکر از شما که با الطاف بیکرانتون و با محبت هاتون ما رو شرمنده می‌کنید. سبد سبد گل تقدیم مهربانی های شما. وقت برنامه امروز تموم شد، فردا ان شاءالله با حاجی ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. حاجی دعا بفرمایید و یادی از امام حسن که برسید. بله. روزهای رفت. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. خدا را قسم میدیم به حق امام حسن و امام حسین، قلب امام زمان به مژده ظهور شاد بگردان ان شاءالله و همه مون رو جزء پیروان و شیعیان خالص اهل بیت قرار بده و همه مریضا را هم شفای عاجل عنایت بفرمایید ان شاءالله. مردم همه تو را به خدا قسم میدهند، اما برای من تو همیشه ای که خدا را به تو قسم میدهم. تا سلام دوباره، همه تون رو به خدا و بزرگ و مهربان میسپارم. خدا پشت و پناهت. خدا متشکرم. یا ابا Hey.
ابدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعله الله حسين اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب